روز پنجشنبه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این گزارش ها را رد کرد که گویا تنش میان وزارت دفاع آمریکا و همینطور وزارت دفاع اسرائیل به وجود آمده بعد از درز اطلاعات محرمانه که مربوط به طرح حملات احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران بود. صبرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد که هیچ تنش میان روابط این دو کشور دیده نمیشه، به وجود نیامده و همینطور تاکید کرد که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید آستون با همتای اسرائیلیش صحبت کرده و به طرف اسرائیلی اطمینان داده که آمریکا در کنار اسرائیل خواهد بود و در برابر هر گونه تهدیدات احتمالی و حملات احتمالی جمهوری اسلامی ایران در کنار اسرائیل خواهد بود و از اسرائیل دفاع خواهد کرد. در عین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم تاکید کرده که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در ارتباط با حملات احتمالی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ کار میکنه و مشترکاً در کنار هم به مشوره همدیگر به پیش میرن. این در حالی هست که برخی گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که احتمالاً اسرائیلی‌ها در روزهای آینده حملات تلافی جویانه خود را به جمهوری اسلامی ایران آغاز کنه. از جمله روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع در جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که گویا طرف ایرانی به گروه‌های نیابتی خود در منطقه گفته که در هفته پیش رو ممکن است اسرائیل حملات علیه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. در کنار این برخی گزارش های منتشر شده که گویا بعد از درز اطلاعات محرمانه در مورد طرح احتمالی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، روابط میان وزارت دفاع آمریکا و همینطور وزارت دفاع اسرائیل پرتنش شده و روابط این دو وزارت خانه در واقع تیره شده. اما سخنگوی پنتاگون این خبرها را رد کرد و گفت هیچ سکتگی یا هیچ خلل در روابط و همکاری ها و هماهنگی های مشترک میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به وجود نیامده. در عین حال معاون سخنگوی پنتاگون تاکید کرد که تحقیقات FBI در مورد درز اسناد محرمانه پنتاگون جریان داره، هنوز مشخص نیست که این اسناد چگونه توسط کی درز کرده و بیشتر در مورد این تحقیقات جزئیات نداد. گفت مسئله حساس است و فعلا فقط FBI و همینطور وزارت دفاع آمریکا روی این موضوع تحقیق دارند.